کوری و نوری هر بیمار سرطانی درمانش را به ماری مدیون است و این شامل شیخ فضل الله نوری هم می شود چون علم تبعیض ندارد شیخ فضل الله نوری و ماری کوری هر دو در یک عصر می زیستند یک صد و اندی سال پیش این در ایران و آن در لهستان شیخ فضل الله نوری آن زمان که امامه بر سن می کوفت و کف بر دهان می آورد که ای ناس دختران خود را به مدرسه نفرستید تا کافر و بیدین نشوند. آن طرف دختری که به ماریکوری شهرت یافت در رشته فیزیک لیسانس گرفت. کمی بعد به فرانسه مهاجرت کرد و در آنجا با فقر و نداری زیست و به دعوت یک پروفسور در آزمایشگاه وی مشغول به کار شد. نوری و کوری را باید همزمان پی گرفت صحنه ای از این و صحنه ای از آن در صحنه ای به تماشای زجه ها و منبرها و حدیث ها و زنزن کردن های شیخ فضل نوری بنشینیم و در صحنه دیگری به تماشای تحصیل و تحقیق ماری در دانشگاه و آزمایشگاه و فیزیک و فرمول و لوله های آزمایشگاهی و مواد و خواس موری را تجسم کنید که زن را در همان دخمه های زلت تاریخیش به زیر گل میبرد و همان زن را نصف زن نصف مرد میداند و کوری را ببینید که در آزمایشگاه ساده و محقرانش کم کم به کشفی سترگ دست می که زن و مرد و همه بشریت همه تاریخ و همه آینده مدیون او باشند نوری به خاطر فریادهای نادانیش از پله های دار و کشت و کشتار بالا رفت و کوری دوبار از پله های آکادمی نوبل برای دریافت دو جایزه نوبل آن طرف ماری کوری که از این باورهای بیپای رهیده و رها بود و فراتر و جلوتر از میلیاردها مرد پرچمداری شد برای گسترش علم و رشد و سلامت بشریت ماری کوری میوه دنیای فهم بود و شیخ فضل الله نوری میوه دنیای جهل دنیای علم و جهان بشریت بنیان عکس رادیولوژی و خواست گستردی رادیواکتیویته را مدیون ماریکوری است. او که کوری نامیده میشد یک دنیا بینایی برای جهان و جهانیان آورد و آن که نوری نامیده میشد دنیای جهل، کوری و کری و خرافات را نمایندگی میکرد که نتیجه آن جهل امروزه جامعه ماست